وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد کشورش به حمایت تسلیحاتی از تروریست ها در سوریه ادامه می دهد و به آنان سلاح ضد هواپیما نیز خواهد داد. به گزارش رویترز محمد بن عبدالرحمن آل آلسانی افزود حمایت از گروه های مسلح حتی در صورت سقوط حلب ادامه می یابد و در این راه قطر تنها نخواهد بود. محمد بن عبدالرحمن خاطر نشان کرد آمریکا هم پیمان تاریخی قطر است و ما میخواهیم که واشنگتن در کنار دوهه باقی بماند ولی اگر آنان بخواهند نظر خود را تغییر دهند ما در قطر موازه و اصول خود را تغییر نخواهیم داد. به گفته رویترز قطر حامی اصلی گروه های مسلح در سوریه است و با عربستان، ترکیه و برخی دولت های غربی در زمینه کمک های تسلیحاتی به این گروه ها مشارکت دارد. سنی های تون رو در سوریه که توسط کشورهای نامبرده مسلح شدند تاکنون بسیاری از شیعیان سوری را به شهادت رساندند و ضمن ویرانی این کشور صدها هزار تن را در محاصره قرار داده و یا آواره کردند.